به نام خدا، محمد شفیع هستم از مجموعه PLC1. در خدمت شما هستیم با توضیحات مربوط به سیمبندی ورودی و خروجی در PLC 7200 زیمنس. خب من اومدم این قسمت های بالا و پایین این PLC رو جدا کردم که قسمت ترمینالاش به راحتی قابل مشاهده باشه و شما بتونید به این صورت ببینید. همطور که میبینید در قسمت بالا ما ورودی ها رو داریم و در قسمت پایین خروجی های این CPU رو داریم که مثلا الان اینجا 10 تا خروجی داره که شما میتونید بایت اول رو ببینید و دو تا هم اینجا مثلا 10 تا خروجی توی این CPU قرار داده شده. خب برای قسمت، حالا من از ورودی شروع میکنم. برای قسمت ورودی ببینید دو تا فلش داره که این فلش ورودی هست، یعنی به سمت CPU هست، و یه فلش هم اینجا داره به صورت خروجی هست. اونی که ورودیه یعنی شما باید بهش یه برق 24 ولت بدین تا CPU تون روشن بشه و این هم به عنوان مثبت منفی 24 ولته که با L مثبت و M نشون داده و شما اگر خواستین میتونید از این یه 24 ولت بگیرید برای جایی که حالا مصرف آمپرتون پایین باشه. پس این پایه که به سمت فلش به سمت داخل هست L مثبت و M رو ما 24 ولت بهش دادیم و از این L مثبت و M به صورت خروجی هم استفاده نکردیم. این M'i که اینجا میبینید که یک M هست که اگر دقت بکنید 2M هم اینجاه و در قسمت پایین هم 3M رو داریم. همه این M'a میشه منفی که شما باید توی سیستم و پروسه‌ای که میخواین انجام بدیم برای هر قسمتی که مثلا الان این M برای این قسمت یا بایت اوله یا این M برای قسمت خروجی ها هستش، برای هر قسمتی که میخواین استفاده بکنید کافیه که از اون M یعنی از این M'i که به صورت منفی هستش استفاده بکنید و بهش یه دونه منفی 24 ولت بدید یا همون صفر اون میشه. وقتی که به این صفر بدین هر یک از این پایه های ورودی ما بهش مثبت 24 ولت برسه تحریک میشه. ببینید الان من یکی از این پایه ها رو به این صورت حالا دو سه تاشو فعال میکنم، شما ببینید که به چه صورت میاد و وقتی که ما 24 ولت رو اینجا میدیم میاد با این منفی که حالا با سیم آبی مشخص شده میسنجه و میگه خب 24 ولت به عنوان ورودی در نظر گرفته شده و من میام و این پایه ها رو به این صورت در واقع ورودی ها رو فعال میکنم. همین حالت رو هم برای خروجی داریم، یعنی این L مثبت و این M رو ما به عنوان مثبت منفی 24 ولت اینجا در نظر میگیره و از اینا به عنوان خروجی های 24 ولت DC مون میایم و استفاده میکنیم. پس توی S7200 ورودی ها در قسمت بالا قرار دادم و خروجی ها هم در قسمت پایین قرار دادم. یه ماژول هم اینجا به صورت آنبورد، البته یه ماژول اینجا اومدیم به صورت ورودی دیجیتال در نظر گرفتیم که اومدیم از این قفل هم استفاده کردیم و اونو بس کردیم به سی پی یو اصلیمون که اینجا میاد به ما 16 تا ورودی دیجیتال رو به سیستم ما اضافه میکنه که دقیقا از این قسمت شما ببینید که باز هم همون قضیه M اینجا هم تکرار شده و شما کافیه که به این M منفی بدین، به هر یک از این پایه ها یا شماره ها مثبت 24 بدین، این ورودی ها هم میاد و برای شما فعال میشه. همین حالت رو هم برای قسمت پایین داریم که دو ردیف هستن که هر ردیف 4 تا ورودی میاد به سیستم ما اضافه میکنه. اینجا هم اومده از یه دونه ماژول آنبورد PT100 استفاده کرده که در این قسمت شما در حالت معمول خب این قسمت خالیه یعنی ماژولی وجود نداره، ولی خب مثلا ما توی این برنامه اومدیم از یه ماژول PT100 برای این استفاده کردیم که یک دونه سنسور دما رو ما میتونیم بهش وصل بکنیم. خب برای اینکه این هم بخوایم مثلا جدا بکنیم اجازه بدین من اگر بتونم من برقش رو به این صورت قطع میکنم و اگر این ترمینالش رو بتونم در بیارم این ترمینال به این صورت در میاد و این ماژول به این صورت از این قسمت جدا میشه و شما میتونید ببینید که این یه ماژول به اصطلاح آنبورد هستش که شما میتونید ازش روی CPU 1200 استفاده بکنید. ببینید این ماژول آنبورد هستش که البته مدل‌های مختلف داره، ورودی خروجی دیجیتال و آنالوگ داره. این مدلی که ما اینجا استفاده کردیم مدل PT100 هست که از طریق این پینایی که اینجا قرار داره میاد روی این قسمت سوار میشه و یه دونه مثلا دما رو میاد به این سیستم یا به این CPU اضافه میکنه که شما میتونید برای اینکه سیستمتون رو ارتقا بدید جدای از اینکه میتونید از این قسمت بیاین و ماژول بهش اکسپند بکنید، اینا رو هم میتونید روی خود CPU بیاین اضافه بکنید. الان این مثلا یه PT100 میاد به سیستم ما اضافه میکنه. اینم توضیح در مورد ماژول های مختلف S7-1200 که خدمتتون ارائه شد.